چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و 3 ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم و میخواستم که به گرما بروم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک به لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره‌ای در پشت بسته. گفتم اکنون ما را که در حمام می‌گذارد؟ خرجینکی بود که کتاب در آن می‌نهادم. بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه‌بان بدهم تا باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم. چنان درمک ها پیش او نهادم در ما نگریست، پنداشت که ما دیوانه ایم. گفت بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه بازی می کردند، پنداشتند که ما دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. ما به گوشه‌ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم و مکاری از ما 30 دینار مغربی می خواست و هیچ چاره نداشتیم جز آنکه وزیر ملک اهواز که او را ابوالفتح علی ابن احمد می گفتند مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام. به بصره آمده بود با ابنا و حاشیه و آنجا مقام کرده و اما در شغلی نبود. پس مرا در آن حال با مردی پارسی که از اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردد کردی و این پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. احوال مرا نزد وزیر باز گفت. چون وزیر بشنید مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی. من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم. رقعه‌ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم که بعد از این به خدمت رسم. و غرض من 2 چیز بود، یکی بینوایی، دوم گفتم همانا او را تصور شود که مرا در فضل مرتبه است زیادت تا چون بر رقعه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست. در حال 30 دینار فرستاد که این را به بهای تن جامه بدهید. از آن 2 دست جامه نیکو ساختیم و روز سوم به مجلس وزیر شدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و متدین و خوش سخن. بعد از آن که حال دنیایی ما نیک شده بود، هر یک لباسی پوشیدیم و روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند. چون از در رفتیم، گرمابه‌بان و هر که آنجا بودند همه بر پای خواستند و به ایستادند چندان که ما در حمام شدیم و دلاک و قیم در آمدند و خدمت کردند. و وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمابه بود همه بر پای خواسته بودند و نمی نشستند تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم. در آن میانه حمامی به یاری از آن خود گفتی این جوانان آنانند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم. من به زبان تازی به گرماوی گفتم راست میگویی، ما آنیم که پلاس پاره بر پشت بسته بودیم. آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مدت 20 روز بود.